دوستان شما بیننده کورس Implementing Wireless Network هستین. در این ویدیوی جدید دوستان ما میریم به طرف انستالیشن مایکروتک راوتر او اس در یکی از ورچوال ماشین ها. پس می که در ویدیوی قبلی ما گفتیم ما میتونیم که مایکروتک راوتر او اس اپریتینگ سیستمش از microtech.com/download دانلود کنیم، که در ویدیو قبلی ما مین پکیج کلیک کردیم دانلود شد. بله، حالا که ما باید CD ایمیج دانلود کنیم که ما ایرا دانلود داریم. میریم به طرف انستالیشن. ورچوال ماشینی که دوستان ما استفاده میکنیم او اوریکل ورچوال ماشین است که ما ایرا از انترنت دانلود کردیم. کدام لایسنس از ما پرسان نمیکنه، البته فری هست. شما هم میتونین که ایرا از انترنت بگیرین، فری دانلود کنین بر ویندوز. و ورچوال ماشین های مختلف دوستا در انترنت پیدا میشه، هر کدام شه که شما همراهش بلد باشه همورا میتونین استفاده کنین. و یا هی ورچوال ماشین که میبینین که ما استفاده میکنیم این نسبتا همش کده سبک و آسانتر هم میباشه. و خاطر انستالیشن هر آپریتینگ سیستمی که باشه در ورچوال باکس یا هر ورچوال ماشینی که باشه، ما میتونیم او را باید بگویم که نیو. زمانی که ما میگیم یک نیو ورچوال ماشین کریت میکنیم، از ما نامش را پرسان میکنه که چی نام میخواین برش بتین. مایکرو تک ما میخواییم که بالای از این آپریتینگ سیستم ما مایکرو تک نام بگذاریم که دیفالت لوکیشنش در درایو درایو سی می باشه. تایپش نشناخت و ورژنش هم نمیشناسه. نکست میگیم. دوستا در اینجا از ما پرسان میکنه که چقدر رم میخوایی به آپریتینگ سیستمت اساین کنی. ما میتونیم که 64 ام بی هم ای آپریتینگ سیستم استفاده کنیم و همچنان ای سایزش نظر به ضرورت شما می باشه. اگر شما چیزهای زیاد از این مایکرو تک ای آپریتینگ سیستم می خواهید که در چیزهای زیادش استفاده کنین، پس شما میتونید نظر به ضرورتان همو رمش اساین کنین. فلحال با تستینگ ما میتونیم که 64 ام بی را هم بگذاریم. نکست میگیم. در اینجا دوستا یک ورچوال دیسک هارد دیسک کریت میشه. ما ایر کریت میکنیم و می ورچوال هارد دیسک ما تایپش دیفالتش وی دی آی است. ما ایر نکست میگیم و همی سایز که ما برش میتیم از هارد دیسک ما، از استوریج ما، ایر میگه که داینامیک باشه یا فیکس سایز باشه. ما میگیم که ای داینامیک باشه خوبتر است. و دهیجا امی سایز دیسک از ما پرسان میکنه که چقدر میخواه. فلحال 2 GB ما ایر میتونیم که 8 GB بسازیم. میگیم کرییت. و حال ضرورت است که ما ای آپریتینگ سیستم ما را پاور اپ کنیم. زمانی که پاور اپش میکنیم میگه سلیکت دا دیسک، همی دیسک را که ما از انترنت دانلود کردیم، همی مایکرو تک راوتر او اس ایمیج ما میریم سلیکت میکنیم که را ما در ای درایو خود داریم. سلیکت کرده میگیم استارت. بای دیفالت ببینین دوستا سیستم سلیکت است. دیگه پکیج هایش سلیکت نیست. کدام پکیج را که ما ضرورت داشته باشیم میتونیم که امور را سلیکت کرده. اگر تمامش را ضرورت داشته باشیم میتونیم به این شکل سپیس بتن پرس کرده ما تمامش را سلیکت کنیم. و در اینجا که میبینین دوستا میگه که پرس آی تو انستال اور کیو تو کنسل اند ریبوت. ما چون ضرورت داریم که ایر انستال کنیم ما آیا پرس میکنیم. و حال از ما پرسان میکنه میخواین که اولد کنفیگریشن را سیف کنین. ما کدام کنفیگریشن را نداریم. نو گفتیم و حال میگه کنتینیو میزنیم. وایا میگیم یس.
چونی آپریتینگ سیستم بسیار سبک است، فایل سایز خرده داره، به بسیار حسانی انستال میشه و تمام پکیج هایی را که ما سلکت کرده بودیم تمامش انستال شد. و حال قبل از این دوستا که ما ایرا بگویم پرس انتر کنیم، میریم به طرف امی اپریتینگ سیستم ایمیج را که ما ماوت کرده بودیم با سی دی از این ورچوال ماشین را ان ماوت میکنیم تا که دوباره امی اپریتینگ سیستم به طرف انستالیشن نره. امو اپریتینگ سیستم را که ما انستال کردیم او را لود کنه. Starting services login. Loginش از دیفالتش دوستا ادمین و پاسورد ما فلحال ندادیم. لایسنس هم یه که میخوایی که لایسنس شد ببینیم ما نمیخواییم. انتر میکنیم و ای اپریتینگ سیستم ما ریدیست. اگر ما تکست بفهمیم میتونیم که از اینجا هم کنفیگریشن کنیم و اگر ما نمیفهمیم تکست ما میتونیم که از ای سافتویر که مایکرو تک وین باکس نامیده میشه از ای سافتویر استفاده کرده ما با ای ورچوال ماشین خود وصل شویم و به شکل جی او آی ای را دریافت کنیم و با آسانی ای را کنفیگر کنیم. زمانی که ما مایکرو تک میخواییم که قسم استفاده کنیم که با ای های سپی را وصل کرده و از طرف دیگر ما از DCP از استفاده کنیم یا از طریق از این نتورک خود وصل کنیم، باز ضرورت است که ما حداقل دو پورت ایدرنت پورت داشته باشیم که با دیفالت این ماشین ها یک پورتش اکتیو می باشه و ما ضرورت داریم که یک پورتش به اینترنت وصل کنیم و پورت دیگرش با لوکل لان خود وصل کنیم. و می خاطر ضرورت است که ما بریم اول این ورچوال ماشین شاداون کنیم باز ما این پورت به این ماشین اد کنیم. این پورت حواله که دارم میتونیم ما این بریج ادپتر سلکت کرده چون ما وای فای نتورک داریم میتونیم که این با وایفای نتورک و یا اگر ما کیبل داریم در کمپیوتر خود میتونیم که با کیبل هم وصلش کنیم. ادپتر دوره دوستا ما میخواهیم که استفاده کنیم با هوست اونلی ادپتر. دوستان زمانی که ما یک ورچوال باکس انستال میکنیم یا هر ورچوال ماشینی را که انستال میکنیم یک ورچوال لوکال ایریا هم تا امرای از او انستال میشه که ما در اینجا داریم. زمانی که ما میخواییم که می ورچوال ماشین خود کدام اپریتینگ سیستم میکه در او ما انستال کردیم او را با این ماشینی که فیزیکال ماشین ماست توسط هزی اکسس کنیم یا توسط هزی وصل شویم با او ما میتونیم که او را در این ورچوال ماشین از هوست اونلی ادپتر را سلکت کرده استفاده کنیم. و حال که ما دو دانه ادپتر یا ایدرنت پورت در این مایکرو تک راوتر او اس ما اد کردیم ایرا آن میکنیم میریم به طرف مایکرو تک وین باکس. زمانی که ای راوتر ما اپ شوه چون ما ای راوتر بورده یا ای راوتر اوسته که در ای ورچوال ماشین هست ما یک ادپترش گفتیم که با ای
ماشین ما که این کمپیوتر ما با این وصل باشد، توسط هزمی لوکل هیریا، ورچوال لوکل هیریا کس، باز ما ایره دهیجا دریافت میتانیم کده توسط از این وین باکس، و با این وین باکس ما با این راوتر او اس، مایکروتک راوتر او اس کنیکت شده میتانیم. این صفحه حواله که باز میشه دوستا این ببینین، میگن که your router does not have any valid key. چون ما لایسنس به ذره داریم که ما یک لایسنس داشته باشیم تا که این مایکروتک راوتر اوس اکتیف کنیم. حالا که اگر ما کدام فیزیکال دیوایس از مایکروتک از بازار خریداری میکنیم، او دارای یک لایسنس که لایف تایم لایسنس میباشه با او دیوایس ها دارا می باشه، ولی با ای آپریتینگ سیستم که ما از انترنت ای مایکروتک راوتر اوس دانلود کرده، ما ضرورت داریم که لایسنس هم خریداری کنیم که را ما میتونیم از انترنت بخریم و در ای مایکروتک راوتر اوس ما اد کنیم، و بدون لایسنس هم ما ای را میتونیم که به خاطر تستینگ و غیره استفاده کنیم. دوستایی بود ویدیو امروزی. در ویدیوهای بعدی انشاءالله در بعض کنفیگریشن های مایکروتک راوتر اوس هم میبینیم که استفاده های زیاد میشه در نتورک از مایکروتک راوتر اوس. میریم باز به طرف کنفیگریشن هایش. تا ویدیوهای بعدی دوستا، و قبل از این خداحافظی کنیم دوستا، براتون باید بگویم که اگر شما ویدیو خوشتان آمده، چینل ما را سبسکرایب کنین، با دوستایتان شریک بسازین، و تا که ویدیوهای بعدی را هم دریافت کنین. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ و سلام.